سلام به شما هموطنان عزیزم، به خبر 8 بامداد خوش آمدید. تلاش برای باز کردن راه‌های بسته روستایی در کوهرنگ و علیگودرز تا فردا و امداد رسانی بالگردی به گرفتار شدگان در برف. بارش‌ها سرچشمه زاینده رود را پرآب و سیلاب جلد در یک پیک سیلابی در رودخانه زاینده رود در حرکت بود. پایان بررسی لایحه بودجه 1402 در کمیسیون تلفیق. مصوبات کمیسیون تلفیق برای تبدیل به قانون به زودی به صحنه علنی مجلس می رود. آغاز جشنواره 38 موسیقی فجر امشب همزمان با مبعث پیامبر گرامی اسلام. هنرمندان موسیقی پاپ، ارکستر و بخش بین الملل را در 14 استان اجرا می کند. بومی‌سازی جعبه دنده‌های خورشیدی با تلاش متخصصان یک مجموعه دانش بنیان، محصولی تحریمی با 1/4 قیمت نمونه خارجی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح آدینه شما بخیر باشه هموطنان عزیز ارجمند. دعوت میکنم با این مجموعه خبری تا حوالی ساعت 8:30 دقیقه بامداد ما رو همراهی بفرمایید. تلاش ها برای باز کردن راه‌های روستاهای گرفتار در برف و کولاک کوهرنگ و علیگودرز ادامه دارد. کوهرنگ که سرچشمه تأمین آب چند استان است، با این بارش ها در انتظار روزهای بهتر آبی در بهار و تابستان است. خب همونطور که گفته شد، بیشتر راه‌های روستایی در شهرستان کوهرنگ بازگشایی شده و تلاش‌ها برای بازگشایی باقی راه‌ها هم ادامه دارد. برای اطلاع از آخرین اقدامات صورت گرفته در این منطقه گفتگو می‌کنم با فرماندار کوهرنگ. آقای اکبری سلام به شما، از آخرین وضع امداد رسانی برای ما بگید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. تقدیر و تشکر از شبکه خبر که اطلاع رسانی دقیقی انجام میشه به مسئولین. خب همونطوری که استعداد دارید، پیرو سفر وزیر محترم کشور به شهرستان کوهرنگ تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد. علاوه بر دستگاه هایی که از سایر استان های معین به شهرستان گسیل داده شد، دستورات بسیار خوبی داده شد هم از طرف سپاه پاسداران. دستگاه بسیار خوبی به شهرستان ارسال شد، برنامه ریزی و سازماندهی بسیار خوبی انجام شد و تا الان روستاهای زیادی که مسدود بودن الان بازگشایی شدن. تعداد روستاهای باقی مانده تقریبا 30 روستا در حال حاضر مسدود می باشه از کل روستاهای شهرستان. چندین پرواز قراره که انشالله انجام بشه برای روستاهایی که در مناطق صعب العبور قرار دارن. ما تا کنون یک پرواز به منطقه موگویی که حدود 10 تا روستا در اونجا هنوز مسدود هستن انجام شد و اقلام غذایی زیستی و بخصوص آرد این منطقه گسیل داده شد. آقای اکبری، این امداد رسانی هوایی که فرمودین قرار انجام بشه، انشالله کی انجام میشه؟ انشالله امروز ما حداقل 3 امداد هوایی خواهیم داشت. بله. علاوه بر اون امداد هوایی که به منطقه موگوی انجام شد، امروز به منطقه بیرگان و منطقه بازوف و سمسامی انشالله امداد هوایی انجام خواهد شد. مهمترین کاری که الان انجام شده بحث سازماندهی تجهیزات و دستگاه سنگین هست در 2 شهر چلگرد و سمسامی که انشالله بتونیم این دو پوی برف را که بسیار باعث سد راه عبور و مرور مردم و وسایل نقلیه شده انشالله به خارج از شهر منتقل بشن که شهر تا اندازه خالی از برف بشه. همچنین قرار شد که دستگاهی مثل آرگو و برف‌پیما و بابکت به
استان ارسال بشن برای معابر و کوچه‌هایی که امکان ورود دستگاه سنگین وجود نداره. بله. و در بعضی از نقاط از دیروز ما قطعی مخابرات و قطعی بعضی از شبکه‌ها را داشتیم که قرار به وسیله همین دستگاه‌های برق‌پیما این نقاط و این مشکلات سیستم مخابراتی هم انشاءالله مرتفع بشه. تشکر می‌کنم از شما آقای اکبری، فرماندار کوهرنگ. صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. میخوایم بررسی بکنیم وضعیت جوی کشور رو با حضور کارشناس سازمان هواشناسی. امروز در خدمت آقای زرابی هستیم. آقای زرابی صبح روز شما بخیر باشه، بفرمایید. بله، اجازه میخوام عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت بینندگان محترم. خانم میرسانه، اگرچه سامانه بارشیمون خیلی تضعیف شده، فعالیتش هم محدود شده، اما همچنان انتظار داریم برای امروز هم شاهد تداوم فعالیتش منتها در نیمه شرقی کشورمون باشیم، شرق سواحل دریای خزر، مناطقی از استانهای مازندران و گلستان و همینطور بخشی از خراسان شمالی، رضوی جنوبی، بخشای جنوبی استان یزد و شمال کرمان هم شرایطشون مهیاست، حتی بخشی از شمال استان فارس. کما اینکه از نیمه های شب تا به این ساعت از مناطق مختلف شمال شرق کشورمون میشه اشاره کرد، به گرگان، مانون، سملقان، کلاله مناطقی بودن که بارش بارون داشتن و یا بجنورد ازش بارش برف گزارش شده. امروز هم همچنان این شرایط مهیا خواهد بود در این مناطق. وزش باد رو هم داریم، وزش باد بیشتر در شرق و جنوب شرق کشورمون، بنابراین احتمال کولاک برف در این مناطق کاملا زیاد خواهد بود، به ویژه در ارتفاعات، و به تدریج حالا در طی روز انتظار داریم به صورت جزئی بر میزان دمای هوا در غالب نقاط کشورمون افزوده بشه، هرچند ما سرمای یخبندان شبانه رو داریم، ولی خب چون به ویژه روند محسوس افزایش دما هفته دیگه در نوار شمالی کشورمون هم خواهیم داشت، بنابراین احتمال رخ داده بهمن خیلی زیاد خواهد بود. با توجه به وضعیت، با روند افزایش دما، هموطنان عزیز توجه داشته باشن، رانندگان عزیز در تردد از جاده‌های کوهستانی، این رو هم عرض کنم که مدیشب 18 مرکز استانمون دماشون زیر صفر شد، شهر کرد و عراق تو امان دماشون به 13 درجه زیر صفر رسید، همدان 12 درجه زیر صفر بود، تهران 1 درجه دمای زیر صفر شد، سرتاشر شهرمون هم هزارکانیان استان کردستان بود با 23 درجه زیر صفر. هوای پایتخت عرض کردم 1 درجه زیر صفر شد دیشب، انتظار داریم امروز هم در طول روز دماش به 6 تا 7 درجه. خیلی ممنونم از شما زرب، روزتون بخیر باشه. بر اساس نظرسنجی که مؤسسه گالوپ انجام داده، مردم آمریکا اصلی ترین معضل کشورشان را دولت و رهبری ضعیف بایدن می دانند. تورم و بحران مهاجران هم در رتبه های دوم و سوم معضلات آمریکایی ها قرار دارد. شما 50 سال در نیویورک بودی و اوضاع همچنان داغونه. مردم در خیابونها قش میکنن و میمیرن و تو هیچ کاری نمیکنی. شماها فاسد هستید. میلیاردها دلار پول به اوکراین فرستادی، درسته؟ شما باید وارد صلح با روسیه بشید. میلیاردها پول داره خرج اوکراین میشه که به جاش میتونستید به مردم خودمون کمک کنید. موضوع فقط اعتراض به هزینه ها برای جنگ اوکراین با روسیه نیست. بحران مهاجران، وضعیت اجتماعی و تورم بالا صدای مردم و نمایندگان آمریکا را علیه بایدن درآورده. من کاملا به این موضوع اعتقاد دارم که میشه به بحران مهاجرت به عنوان یک معضل اقتصادی فراتر از یک بحران فرهنگی یا امنیتی فکر کرد. خودکشی به میزان 5% افزایش پیدا کرده. مرگ بر اثر سوء مصرف مواد مخدر 50% بیشتر شده. از اشتباهات بایدن و حزبش تورم بالایی بود که مردم رو با وضعیت بد اقتصادی روبرو کرد. تورمی که بایدن میگوید مسئولیتش را بر عهده نمیگیرد. من مسئولیت تورم رو بر عهده بگیرم؟
بودم؟ نه، چون وقتی من رئیس جمهور شدم تورم وجود داشت. نشریه هیل به نقل از مؤسسه نظرسنجی گالوب نوشت تورم و بحران مهاجران رتبه‌های دوم و سوم بزرگترین معضلات آمریکا را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که مردم این کشور اولین و اصلی‌ترین معضل آمریکا را دولت و رهبری ضعیف بایدن میدانند. نطق سالانه بایدن هم با حواشی زیادی روبرو شد، در حالی که از اقدامات انجام دادهش میگفت مسخرهش کردند و او را دروغگو خواندند. بایدن در سخنرانی سالانه‌اش سه دروغ بزرگ گفت. او ادعا کرد که برای امنیت مرزها طرح و برنامه دارد و نسبت به چین سرسخت بود و قهرمان جنگ برای تامین نیازهای سالمندان آمریکایی است. بر اساس نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حالا بر این باورند که احزاب آنها باید برای رقابت انتخاباتی 2024 افرادی غیر از بایدن و ترامپ را معرفی کنند. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما. معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت از ثبت نام متقاضیان حج تمتع 1402 از 10 اسفند خبر داد. آقای رضایی با بیان اینکه نام نویسی بر اساس اولویت تدوین شده صورت میگیرد افزود لازم است متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و پیش از نام نویسی با مراجعه به سامانه رزرو نقطه حج نقطه آی آر اطلاعات خود را تکمیل و کد رهگیری دریافت کنند. معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت میگوید با توجه به کمبود لوکوموتیو در کشور، ستاد تنظیم بازار مجوز تأمین 500 دستگاه لوکوموتیو را صادر کرد. همین چند ماه پیش بود ما به توانایی ساخت لوکوموتیو دست پیدا کردیم. برو به امید خدا. وقتی سالن لوکوموتیو ایرانی با بیش از 50 میلیارد تومان سرمایه راه اندازی شد، این ظرفیت رو داریم که ما سالی 50 دستگاه لوکوموتیو تحویل بدیم. هیاهویی به پا شد از لزوم حمایت تا خرید لوکوموتیو داخلی. مسئولین مربوطه در وزارت راه و شهرسازی باید از قبل نیازهاشون رو سفارش بدن که این شرکت بتونه نیاز اونا رو تامین بکنه. اما گویا ورق برگشت و پس از چند ماه 130-140 دستگاه لوکوموتیو تا حالا تحویل شبکه ریلی داده، ولی متاسفانه با کمال تعجب علی‌رغم همه پیگیری‌هایی که در یک سال و نیم گذشته انجام شد، وزارت محترم سمت هم مجوز ورود لوکوموتیو رو به صورت کامل داد و هم مجوز ورود لوکوموتیو های دست دوم و مستعمل دنیا رو داد. حالا سالن میلیاردی لوکوموتیو ایرانی یکی و تنها و خالی از تولید است. ما با چند تا شرکت در حال مذاکره و قرارداد بودیم که سفارشاتشون از ما پس گرفتن. ما متاسفانه مشتریامون رو و کارفرماهامون رو داریم از دست میدیم. از نظر کارگران موضوع کمی مبهم است. صنعتکارای در واقع لوکوموتیو هستیم. بله بله. بچه‌ها اخراج بشن نتونن کار کنن، چرخ صنعت نچرخه، کارخونه نتونه کار بزنه، بیکار میشیم. نامه رو با جناب آقای دکتر خداییان ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور انجام دادیم و ازشون خواهش کردیم که تو این زمینه ورود بکنن و اجازه ندن که کارخونه ها تعطیل بشه. زهرا نوری، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.